ویدیو میخوایم مصاحبه جنجالی نیلی افشار راجع به پویا مختاری و ریحانه پارسا رو با هم ببینیم، از تجاوزا، رابطه بینانی پویا مختاری و کلی خبر و حواشی دیگه و یه بلاگری که نیلی بالاخره راجع بهش صحبت میکنه. حتما داخل ویدیو جنجالی رو ببینید، متهم کلی کیف کنید و لذت میبرید. خیلی بچه فکر میکنم همه تون ویدیو قبلی دیده باشین که نیلی افشار داشت راجع به تجاوزای پویان، رابطه های جنسی که داشت و کلی چیزای عجیب و غریب دیگه صحبت میکرد. ولی الان نیلی اومده راجع به کتککاری شهیدش و پویان و تجاوزا و رابطه های پنهانیش با ریحان پارسا و خیلی بلاگرهایی دیگه صحبت کرده. میخوام این ویدیو رو با هم ببینیم، حرف اضافی نمیزنم، لایک و سابسکرایب بهتون نره، بذاریم سراغ ویدیو. من یه دوست دارم دوست داری دخترش داشته باشه، ولی دیگه مثلا میومدم میشستم به من میگفت تو باید بشینی اوکی باشی، من بعد مثلا با این خوشو بشکنم بخنم. بعد بدتر از اون این بود که جلوی من میشست و باهاشون میگفت میخندید و من اصلا توقعی نمیشه که من نباید هیچی بگم، یعنی من باید کاملا سکوت میکردم و میگم اگه قیافم جمع میشد به شدت توی اونجا تحقیر میشدم، به هم ظلم میشد و میموندم، به هم ظلم میشد و میموندم. من مدرک دارم برای این حرفم، میتونید برید توی ویدیو یوتیوب که توی کانال خود دوست پسر قبلیم هست، یه لایو که من هستم و اون خانم که دوستشون بودن و منو نشونده اون وسط و کاملا داره یه جوری با من برخورد میکنه که انگار مثلا میخواد یه آدمو ترور شخصیتیش کنه کاملا، یعنی دیگه اصلا نمیدونم این با یه لذت شده بودم انگار واسه دوست پسر من، انگار مثل قدرتش میاد، انگار مثل قدرتمندی میگه از اینکه داره این کارو با من میکنه. میگم مدرک دارم، اونایی که دیگه میفهمن دیگه شعورش مثلا میتونن برن اون لایو نگاه کنن. دیگه بارم من به خاطر یکی از دخترایی که اومده بود نشسته بود تو خونمون، اتفاقا اونم بلاگر بود تازه اومده بود تو. قبل که ببینم این صحبت نیلی رو بشنویم، نیلی تو ویدیو قبلی شب از یه بلاگر دختر که خیلی رابطه بدی با پویان داشته صحبت کرد که من واقعا نمیدونم کی بوده. تو ویدیو قبلی گفتم روکسانا که خیلی تو مخالف بودید، اما الان اون دختری که تو لایو پویان بوده و نیلی داره انقدر عصبانی راجبش صحبت میکنه ریحان پارسا بوده. بریم ببینیم چیز جدیدی راجب ریحانه گفته یا نه، نمیدونم واقعا قرار چه اتفاقی بیفته و راجب کیا صحبت کرده. اتفاقا اونم بلاگر بود، تازه اومده بود ترکیه، یه شب که اونا اومده بودن خونه ما، من حسم هیچ وقت راجب پارتنرم که بهش احساس دارم دروغ نمیگه. وقتی یه چیزی رو احساس کنم که کسی به پارتنرم چش داشته باشه، انقدر حسش ایشانم قوی میشه که یعنی قشنگ احساس میکنم. یعنی فکر کنم همه دخترها اینجوری باشیم. نه من اینو حس میکردم، هر وقتی میومد خونه ما دیگه اصلا به این فکر نمیکرد که مثلا این دوست دختر داره، چشم چیز دیگه میدید. ولی من با وجود اینکه انقدر تو اون مدت دو سه سال از دختر هم جنس خودم، یعنی زورم به اون آدم نمیرسید، از هم جنس خودم گله میکردم، میگفتم خب هم جنس من که میدونه دوست پسر من دوست دختر داره، چرا هم جنس من مراد نمیکنه؟ ولی بعدها به این نتیجه رسیدم که نه، اون دختر گناهی نداره. وقتی که پسر اونجوری در واقع سبز بهش نشون میده، دخترم خب فکر میکنه که خب این اصلا منو دوست نداره دیگه که انقدر مثلا داره این در واقع سبز به اون دختر نشون میده. دختر بلاگره که اومده بود خونه ما، این حسو کرده بودم که این دو تا دارن یه اتفاقی بینشون میفته. و وقتی که دختر، من نمیدونم دختر بلاگر کیه چون خیلی راجبش صحبت میکنه، مثل اینکه رابطه خیلی 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 مهمی هم با پویان داشته و دلیل اصلی جدایی نیلی پویان مختاری همین دختره بوده. که تو چرا اینجوری داری با این رفتار می‌کنی؟ یادم میاد شب بود توی اتاق با هم خوابیده بودیم، روی تخت بودیم، من اینور خوابیده بودم، دوست پسرم خوشش به من بود، گوشیش دستش بود، بعد اتاق تاریک بود، چراغ همه خاموش بود، من بلند شدم رو تخت نشستم، خب اون فکر کرد که من مثلا برعکس شدم اونوری شدم خوابیده، دختر ازش نوشته بود که عزیزم من شارژم داره تموم میشه، لطف می‌کنی شارژر برام بیاری؟ خب اوکی، توی چت شخصی آیا من مریضم؟ قبلش هم یه سری چیزا بود، یعنی فقط این نبود که مثلا عزیزم باشه، نه قبلش هم یه سری چیزای دیگه از روابطی که بینشون داشت اتفاق می‌افتاد، نگاهاشون، نمیدونم وایبی که داشتن به من انتقال میدادن، در اصل که خب میتونه سخره به منم بگه، نه منم اونجا بودم، میتونست به منم تکست بده، من اینستاگرامم همه دارن دیگه، اینستاگرام من چیزی نیست که چیز پرایوت باشه، من اصلا که اون بلاگر بود قطعا نمیدیدم، اونم بالاراش بالا بود، دختر منم بود، میفهمم کاری به دختر ندارم، کارم از دوست پسر خودم بود. عتیس دیگه هم هست، چون نیلی الان خوش لزبیان شده با دخترها رابطه خوبتری داره، نمیدونم میگیرید چی میگم یا نه، ادامه ویدیو رو هم ببینیم. کاری به این ندارم، خصوصی که من یه اعتراض کردم و به حدی کتک خوردم از این آدم که اصلا هیچ وقت یادم نمیره اون یعنی واقعا باورم نمیشه که نه اونا رفته بودن یا اینجا شو یادم رفت بگم سانسو شد، اونا اون شب که خواستن برن ما تو هتل زندگی میکردیم، ما تو خونه نبودیم، ما توی هتل زندگی میکردیم که اون شب ساعت 3 4 اینا دیگه می‌خواستن برن، دوست پسر من نذاشت اینا برن، گفت نه من توی تمام پایین این هتل براتون یه اتاق می‌گیرم، شما امشب بمونید صبح دیگه دیر وقته، شما بمونید اینجا. بعد اونا قبول کردن، بعد اونا رفته بودن طبق پایین هتل، دختر شارژر نداشت، بعد
واسه همین اونجوری تکس داده بود که شارژر می‌خواست اون پسره که حالا تکس من. خلاصه که من به حدی وقتی که اونا نبودن اعتراض کردم، به حدی کتک خوردم که باورم نمیشد که دوست پسرم به خاطر یه دختر دیگه داره منو میزنه. که چرا تو من اگه جای دوست پسرم بودم میگفتم عزیزم من اصلا کاری به اینا ندارم. مثلا ریحان پارسا یه مدت خیلی طولانی اومده بود پرشون زندگی میکرد، حالا اون موقع هم پویان و نیلی با هم رابطه داشتن و چیز خیلی عجیبیه که مثلا یه دختر دیگه بیاد با تون زندگی بکنه. اول لایو راجب ریحانه گفت و ریحانه پارسا یه طبعا 6-7 ماهی اومده بود پرشون زندگی میکرد و الان هم راجب یه بلاگر دیگه ای صحبت میکنه. رکسانا فقط تو ترکیه بود اون تایم و باشون لایف میذاشت. نمیدونم واقعا کی دیگه رابطهش با پویان خوب بود که انقدر نیلی داره اون دختر رو اسم میبره. دوست پسر تو هم تو داری اشتباه فکر میکنی. من که دختر آرومی هم و انقدر قوه پذیرشم بالاست، انقدر مهربون بودم در مقابل تو، از خود گذشته بودم. قطعا اگه یکم مهربون تر با هم برخورد میکردی میپذیرفتم، انقدر تروما درون من ایجاد نمیشد. و اون شب من به حدی کتک خوردم که یادم نمیره اصلا واقعا. و این بیشتر کتک من آزار نمیداد، این بیشتر من آزار میداد که حالم بد میشه. دوست پسرم حتی حاضر نمیشه که بیاد دارم مثلا توضیح بده که با کتک داره جمع میکنه، یعنی حاضر که منو زیر پا بذاره من لفت کنه که اون دختر دیگه بتونه کارشو با اون دختر دیگه دارم. من نمیدونم، من همین الانش هم حس میکنم نیلی و پویان قرار دوباره به هم برگردن. یه اسمی میگه اینا همش مثلا حواشی که دوباره به هم برگردن و دوباره رابطهشون رو با هم ادامه بدن. باز نمیدونم قضیه چیه. نیلی جدیدم تو یوتیوبش داره راجع به پویان صحبت میکنه، اونم بعد یه سال دو سال جدایی شد. تا الان هم که پویان مختاری هیچ صحبتی نکرده راجع به این و کلا تو اصلا توی یه سمت دیگه است، رفته پیجای انگیزشی زده توره میخواد بفروشه، کارمون خلف میخواد بکنه. حالا توی لایو با دختر اوورده و دارن مثلا شک میدن دیگه. این واقعا واقعا دفترین چیزی بود که میتونستم از یه رابطه ببینم و اصلا این منو قفله. همینجوری من خیلی دختر حساسیام، با تمام حساسیتم، با تمام وجودی که این همه دختر حساسیم، این همه تحمل کردم، این همه صبوری کردم، هیچ نگفتم به امید این که یه روزی درست شه. نمیتونستم نبینم، میشستم نگاه میکردم و زار زار گریه میکردم، ولی خب میومدم تو دوربین انگار نه انگار که مثلا گریه کردم، میومدم یه جوری برخورد میکردم که خب انگار مثلا مامیست. حتی مردم هم بهم میگفتن، میگفتن نیلی تو چجوری میتونی، نیلی تو واقعا چجوری میتونی همچین چیزایی ببینی، تو که انقدر همه همون میدونستیم چقدر پارتنرتو دوست داری، چجوری میتونی همچین چیزایی رو تحمل کنی. ولی اصلا ماجرا این بود که اصلا من حق اعتراض نداشتم، من باید میشستم و اگه حق اعتراض میکردم به بهترین شکل ممکن ما برخورد میشد، تحقیر میشدم، یارو کلا هرچی دلش میخواست جلو مردم، تو لایو جلو دوست آشنا هر چی دلش میخواست بهم میگفت و از ترس اینکه تحقیرم نکنه مجبور بودم دهنم ببندم. یا باید میذاشتم کلا میرفتم، یا اعتراض اگه میکردم تحقیر میشدم به بدترین شکل ممکن، یا اینکه بعد میشستم میمونم و هیچی نمیگفتم و میسوختم و میزاختم. که من خب این گزینه رو انتخاب کرده بودم، ولی خب نابود شدم به معنای واقعی. چند وقت بود اون لایو رو میذاشتم؟ یکی دو ماه فکر کنم. هر شب این داستان من بود، من بودم که خودم هم قرنطینه بودم، یعنی حتی نمیتونستم از خونه هم برم بیرون، یعنی خودم هم توی شرایطی بودم که خودم هم در خونه اجازه نشیم بریم بیرون، چون قرنطینه بودم که حتی برم سرم یه حقوقی بخورم، پارتنرم که ازم دور بود. خلا بچه‌ام بی امروز، اگه دوست داشتین ویدیو لایک کنید، اگه هم که نه دیسلایک کنید، هر جور دوست داشتین عشق منید. ویدیو اینجا میاد حتما نگاهشون بکنید، نوتیفیکیشن هم آن کنید تا اولین فرصت اخبار حواشی رو ببینید. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.